مامان، شاگرد، پاهنداز، سردسته، دربازکن و واسطه. اینا اسم بعضی از کاسبای شهر نو بود. محله‌ای داخل تهران که با همه جای شهر فرق می‌کرد. کسی که واردش می‌شد انگار رفته بود توی دنیای دیگه، سرزمینی که قواعد و اصول خودش رو داشت. محله‌ای تو جنوب غرب تهران که درباره‌اش زیاد گفته شده. از خانم رئیسای مشهورش مثل پری بلنده که بعد از انقلاب اعدام شد تا دختر بچه‌های بیگناهی که هیچ اسم و رسمی ازشون نمونده. توی این برنامه نمی‌خوایم درباره شخصیت‌های شهر نو براتون بگیم. می‌خوایم از آداب و رسوم اونجا براتون بگیم. از قوانینش بگیم و انواع کسب و کارهایی که توش جریان داشته. حال و هوای شهر نو رو براتون توصیف کنیم تا چیزایی رو بدونید که کمتر کسی درباره‌اش حرف زده. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. شهر نو رو یادگار قجرا میدونن، ارثی که از اون سلسله برای تهران دوره پهلوی موند. اما واقعیت اینه که تنفروشی همیشه تاریخ وجود داشته. چه حکومت‌ها مثل امروز پنهانش کنن و چه مثل قدیم محله‌ای رو بهش اختصاص بدن. اینجا که امروز پارک رازی تهران قرار داره، یعنی غرب میدون قزوین و شمال میدون گمرک، محله‌ای بود که فاحشه‌ها توی زندگی می‌کردن. زندگی که نه، کاسبی می‌کردن. اسمش از وقتی شهر نو شد که محله قبلی رو خراب کردن و خونه‌های تازه جاش ساختن. محله قبلی جایی بود برای زنای دربار قاجار که بی جا و مکان مونده بودن و راهی نداشتن جز فاحشگی. اسمش هم محله قجرها بود. اما محله جدید یعنی شهر نو مرکز عیان تنفروشی تو تهران شد، جایی که آداب و رسوم مخصوص خودش رو داشت و با همه جای پایتخت فرق می‌کرد. تا دهه 30 خورشیدی محله خطرناکی بود، پر از کثافت و بیماری. جوی‌های پر از لجن و کوچه‌های پر از زباله باعث شده بود تا بوی گندش همه جا بپیچه. چیزی که به چشم می اومد خاک بود و خاک. خیابوناش آسفالت نداشتن و راه رفتن اون همه آدم توش گرد و خاک عجیبی به پا می‌کرد. وقتی 30 سال بعد از ساخت محله به دستور فضل‌الله زاهدی نخست وزیر دورش دیوار کشیدن و محصولش کردن، کم کم به محله رسیدن و تر و تمیزش کردن. یه درمونگا و یه پاسگاه کلانتری براش احداث شد تا وضعیت محله سر و سامون پیدا کنه. قبل از اومدن کلانتری جاهل‌ها و قدار بندها همه کاره شهر نو بودن. پااندازهای لاتلوتی که مثلا مسئول برقراری نظم خونه ها می شدن اما دزد و بیرحم بودن. جیب مشتری ها رو می زدن و زنهای نافرمون رو ادب می کردن. اما از سال 1333 که پلیس به محله شهر نو اومد، اوضاع کم کم بهتر شد. البته نه اینکه دیگه خبری از چاقوکش ها و جاهل ها نباشه، ولی به هر حال خیلی کمتر شده بودن. شهر نو دوتا خیابون به موازات هم داشت و هر دو هم بن‌بست، چون دور تا دور محله دیوار بود، جای شبیه قلعه که اتفاقا همین اسم رو هم روش گذاشته بودن. توی شهر نو درشکه تردد میکرد و ماشینا نمیتونستن واردش بشن. انواع مغازه ها رو هم میشد اون تو دید، قصابی و بقالی و میوه فروشی و هر چیز معمول دیگه ای. اما مغازه ها کوچیک و محقر بودن، مثل خیلی از جاهای جنوب شهر تهران. کار سمساری های شهر نو یکم پر رونق تر از بقیه بود. هم وسایل خونه میفروختن و هم کرایه میدادن. به هر حال همه زنا توان این که بتونن اول کارشون وسایلی برای خونه بخرن نداشتن و باید کرایه میکردن. اما مغازه هایی هم بودن که تو شهر نو بهتر از بقیه نون آب داشتن، آرایشگاه ها و خیاطی ها. دلیلش هم این بود که فاحشه ها باید همیشه خودشون رو به بهترین شکل برای مشتری در می آوردن، به خصوص که به خاطر شغلشون زود پیر و چروک می شدن و مجبور بودن مدام آرایش کنن و لباس های مد روز بپوشن. به هر حال تو شهر نو همه چیز برای کاسبی اونا ساخته شده بود. از مغازه ها و کافه های عرق فروشی بگیر تا سالن های تئاتر که اکثر بازیگرانش تو همون شهر نو کاسب بودن. معماری خونه ها هم برای همین کار بود. هر خونه حیاتی داشت و حوضی در وسط، با اتاقای دور تا دورش که مخصوص فاحشه ها بود. از 3-4 تا اتاق بگیر تا 12-13 تا اتاق. مدیریت یه خونه رو هم سردسته به عهده داشت که به زنای زیر دستش، یعنی فاحشه هایی که تو خونه کار میکردن، میگفت شاگرد. هر خونه ای آشپز و کارگر و دربازکن هم داشت. دربازکن ها قبل از اومدن کلانتری به شهر نو معمولا لات و قدار کش بودن و حافظ امنیت خونه، ولی بعدن شغلشون به همون باز کردن در برای مشتری خلاصه شد و گوش دادن به دستورهای سردسته خونه. همون زنی که خودش عمری فاحشه بوده و حالا تونسته خونه ای جور کنه و شاگردایی رو به کار بگیره.
سردسته‌ها رابطه بین مشتری‌ها و روسپیا بودن و وظیفه رسیدگی به امور خونه هم به عهده اونا بود. تو اتاق سردسته هم یه سری یخدون بزرگ کنار به کنار هم قرار داشت که هر کدومش مال یه فاحشه بود. لباس شخصی و وسایل قیمتیش رو توی اون یخدون می‌ذاشت و درش رو هم قفل می‌کرد. سردسته هم از این یخدونا مراقبت می‌کرد که یه وقت کسی چیزی از توش بر نداره. معمولاً سه نوع سردسته تو شهر نو وجود داشت: خانم رئیس، مامان و دشت بگیر. خانم رئیسا که هرج و قربی داشتن و خودشون دختر تازه برای کاسبی پیدا می‌کردن و خلاصه مافیایی بودن. مامانا هم که فقط مسئول خونه بودن و مشتریا رو می‌فرستادن تو اتاق فاحشه. دشت بگیرها هم که قدرت زیادی نداشتن و از هر مشتری چیزی هم نصیب اونا می‌شد. در کل فاحشه‌ها یا همون شاگردا به همه انواع سردسته‌ها تو شهر نو مامان می‌گفتن. وقتی مشتری در خونه رو می‌زد و در باز کن براش باز می‌کرد، اولین کسی که سراغش می‌رفت مامان یا همون سردسته بود. همیشه یک کیسه پر از ژتون‌های رنگی به کمرش بسته بود و خانم‌های خونه رو یکی یکی به مشتری معرفی می‌کرد. وقتی مشتری خانمی رو می‌پسندید، هزینه توافقی رو از طرف می‌گرفت و یه ژتون بهش می‌داد تا بره به اتاق خانم و ژتون رو به اون بده. رنگ هر ژتون مشخص می‌کرد که مشتری برای چه مدت زن رو کرایه کرده. فاحشه‌ها بعداً همین ژتون‌ها رو به سردسته می‌دادن تا مزدشون رو بگیرن. داخل هر اتاق تختی بود و با توجه به درآمد زن فرشی یا گلیمی وسط اتاق. روی دیوار اتاق ها معمولا پر بود از تصاویر هنرمندان، بازیگران و خواننده ها. معمولا هر روز یه پاسبون هم می اومد داخل خونه و تو حیاط یه سرکشی مختصری می کرد تا بی‌اعصاب ها و باجخورها متوجه باشن که نباید دست از پا خطا کنن. به هر حال شهر نو پر از باجخور بود. کسانی که با چاقو و عربده میپریدن توی خونه و میخواستن پولای خانم رئیس یا همون سردسته رو بدزدن. کار فاحشه‌ها سخت بود. باید حداقلن روزی با 15 تا 20 مشتری میخوابیدن. آدمایی با خلق و خوهای متفاوت که هر کدوم هم پول داده بودن تا لذت ببرن. ولی یه فاحشه که نمیتونه از همه سکساش لذت ببره. برای همینم بین مردم فاحشه‌ها به بی‌عاطفه مشهور شده بودن. کسانی که تو پایین‌ترین چرخه جامعه و فقر و بدبختی زندگی میکردن. اما به خاطر شغلشون هم فوش می‌خوردن و هم تحقیر می‌شدن. درسته که بعضیا تو مرامشون این بود که نباید دست رو زن بلند کرد و مرد که فاحشه رو نمی‌زنه، ولی اینا فقط حرف بود. این زنا زیاد کتک می‌خوردن. برای همینم خیلی تلاش می‌کردن تا رفیق شخصی پیدا کنن. یعنی مردی که فقط با اونا بخوابه و هواشون رو هم داشته باشه. واقعیت اینه که آرزوی همه فاحشه‌های شهر نو رفتن از شهر نو بود. اینکه عاشق بشن و ازدواج کنن. برای همین قانونی داشتن که اگه مردی خاطر خواهشون شد دیگه حق نداره با زن دیگه ای بخوابه و عوضش بابت خوابیدن با این زن پولی پرداخت نمیکنه. یه رسمی هم تو شهر نو برای همین کار داشتن. خانم رئیسا جمع میشدن و برای فاحشه و رفیقش سفره ای مینداختن و اعلام میشد که فلانی رفیق فلانیه. بعضی از زنا تونسته بودن خونه ای برای خودشون داشته باشن که شبا تو شهر نو نمونن. اسم این خونه ها نجیب خونه بود. نجیب خونه جایی بود که زنها کاسبی نمی کردن و اگرم با کسی می خوابیدن برای میل شخصی خودشون بود. مثلا با رفیق شخصیشون آخر هفته ها تو نجیب خونه خودشون قرار می زاشتن. این رسم این امید رو تو دل فاحشه ها زنده نگه می داشت که شاید رفیق شخصی روزی باهاشون ازدواج کنه. گرچه این ازدواج ها هم انجام می شد، ولی طبق آمار خیلی هاشون یا به طلاق می رسید یا برای زن از چاله به چاه بود. اینکه مردی فاحشه‌ای رو به عقد خودش در می آورد و می برد خونه، اما مجبورش می کرد که فاحشه شخصی خودش بشه و از خوابیدن با دیگران پول در بیاره. اگه این زن تو شهر نو یه امنیت مختصری داشت و حداقل کار خونه رو انجام نمی داد، تو خونه اون مرد به اسم همسرش هم باید با مردم می خوابید که پولش به شوهرش برسه، هم کار خونه رو انجام بده، کتک هم بخوره که به قول اون مرد یه وقت پررو نشه. سرنوشت زنای تو شهر نو واقعا دردناکه. فعالان اجتماعی که اون زمان برای کمک به این زنها تلاش میکردن آمارایی دادن که خیلی غم انگیزه. اکثر این فاحشه ها کودک همسرایی بودن که شوهرشون طلاقشون داده بود، یا دختر بچه هایی بودن که تو سن پایین فروخته شده بودن. اکثرا از 12 یا 13 سالگی افتاده بودن تو فاحشه‌گری. بعضی هاشون رو اول به شهرهای مذهبی مثل قم و مشهد میبردن تا صیغه زائران بشن و بعد منتقلشون میکردن به شهر نو. خیلی هاشون معتاد بودن و محتاج یه سرپناه. فقر، بیسوادی، فریب، بدهی، اعتیاد خودشون یا همسراشون اونا رو به این محله کشونده بود. اغلبشون پیش پاانداز سفته سفید امضا داشتن تا نتونن دست از کار بکشن.
وقتی یه تومن قرض میکردن باید با نزول پس میدادن و هرچی زمان میبرد میزان بدهیشون هم بیشتر میشد. برای همین آرزوشون اومدن یه لات جوون مرد بود که از اونجا ببرتشون و به قول خودشون بنشونتشون توی خونه، یعنی خونه نشینشون کنه، عقدشون کنه. به قول خود زنای کاسب تو شهر نو، کیه که دلش بخواد فاحشه بشه؟ فاحشگی مثل خوره میمونه، کسی نمیخواد خوره بگیره، اما خوره سراغ آدم میاد. از کنار شغل این زنا خیلی هم روزگار میگذروندن و درآمد داشتن، مثلا کسانی که کارشون پیدا کردن خانمهای جدید بود. با اینکه آوردن خانمهای تازه به شهر نو ممنوع بود، اما پا اندازا تو کل کشور میگشتن و زنای فراری و آسیب دیده رو جذب میکردن. بیشتر دنبال دختر بچه های 12 ساله بودن که به قیمت بهتری تو شهر نو دست مشتری میدادن. شیره کشخونه هم که برا بود. پشت قهوه خونه های شهر نو یا تو زیرزمین بعضی از خونه ها معمولا بسات منقل برا بود و زنی که برای یه عده مرد تریاک روی وافور میچسبوند و میذاشت دهنشون تا بکشن. سر کوچه ها هم بساتی ها میشستن، از دست فروش گرفته تا فالگیر و بازی ساز. مثلا کسانی که چند تا چرخ‌دنده بزرگ رو سر یه میله میبستن و نفری 2 ریال از مشتری میگرفتن تا زورش رو امتحان کنه و هالتر بزنه. واسطه ها رو هم که از همون در ورودی شهر نو میشد دید. مردها یا پیرزنایی که با دیدن مشتری سری جلو میرفتن و شروع میکردن از دختر تمیز و خوشبدنی که تو دست و بالشون دارن تعریف میکردن. قبل از حصارکشی دور شهر نو گذاشتن پاسگاه، توی این محله پسر بچه فاحشه هم زیاد پیدا میشد. بعد از اومدن پلیس، گرچه خوابیدن با دختر بچه و پسر بچه ممنوع شده بود، اما خب هنوز هم مشتری ها میتونستن توی پستوی خونه ها اونا رو پیدا کنن. برخلاف دهه های 10 و 20 که سرباز ها مشتری های اصلی شهر نو بودن، از دهه 30 ورود به شهر نو با لباس سربازی قدغن شده بود. علت زیاد بودن مشتری های نظامی قبل از حصارکشی شهر نو هم واضح بود. این محله نزدیک باغ شاه، یعنی مقر لشکر یکم شاهنشاهی بود و سربازهای این لشکر هم از هر فرصتی برای اومدن به شهر نو استفاده میکردن. توی اون روزها شهر نو وضعیت خیلی بدی داشت. بیماریهای سل و سوزاک و سفلیس بیداد میکرد و زنای مریض و از کار افتاده که بوی گند گرفته بودن رو میشد گوشه خیابونا در حال موت دید. اما بعد که درمانگاه درست کردن، کارت بهداشت برای زنا صادر میشد و تا حدود زیادی نظارت روی بهداشت و سلامتیشون انجام میگرفت. کاسبی تو شهر نو حرف اول رو میزد و رضایت مشتری مهم بود. برای همین داشتن کارت بهداشت مشتری زنها رو هم بیشتر میکرد. اما بهترین مشتری کسی بود که شب بمونه. به قول خودشون شب خواب باشه. یه شب تا صبح پیش خانوم تو اتاق خوابیدن پول بیشتری نصیب فاحشه میکرد. برای همین هر فاحشه‌ای سعی میکرد با دلبری کردن برای خودش شب خواب جور کنه. توی اینجور مواقع، یعنی وقتایی که خانومی تو خونه شب خواب داشت، کار درباز کن این بود که تا صبح بیدار بمونه و کشیک بده تا یه وقت اتفاقی برای خانوم نیفته. دم صبحی هم صبحونه ای درست کن و انعام خوبی هم از مشتری بگیره. در کل شهر نو محله عجیبی بود. جایی که فاحشه هاش رویای عشق و عاشقی داشتن، ولی با تنفروشی به ده زیادی نوم می رسوندن. همش به خاطر فقر و نداری. برای همین هم خودشون اسم اینجا رو گذاشته بودن محله غم. بعد از انقلاب وقتی قرار شد تا این محله سر و سامون بگیره، وضع این خانوما بدتر شد. به جای اینکه برای این زنا کاری دست و پا کنن و سواد یادشون بدن تا بتونن از این شغل بیرون بیان، محلهشون رو آتیش زدن و اونا رو آواره کوچه و خیابون کردن. زنهای رونده شده ای که از ابتدا تحت فشار بودن، هزار تا فحش و ناسزا شنیدن و شدن مسئول آلوده کردن جامعه. ظلمی که به این زنا شده اونقدر دردناکه که نمونهش رو نمیشه جای دیگه دید. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا نظراتتون رو راجع به این برنامه پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت کنید.